هم میهن گرامی، مأموریت پروژه صدروز نخست نهاد مردمی، تدوین سیاست داخلی و یا سیاست خارجی دولت دموکراتیک آینده ایران نیست. سیاست‌های داخلی و خارجی دولت دموکراتیک آینده بر اساس منافع ملی و تصمیم‌های نمایندگان منتخب ملت ایران تعیین خواهند شد. مأموریت کنونی ما تنها و تنها اندیشیدن بر بحران‌های احتمالی و موارد فوری و حیاتی در صد روز نخست گذار است تا هزینه انتقال قدرت که بر دوش مردم ایران قرار خواهد گرفت به حداقل برسد. آنچه در این برنامه می‌بینید پیشنهادهایی است به دولت گذار برای جلوگیری و یا کاهش اثرات بحران‌های احتمالی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. تمامی این پیشنهادها فارغ از هر گونه سمت و سوی سیاسی مشخصی تنظیم شده‌اند. سپاس دکتر بروتن گرامی از اینکه پروانه دادید چند دقیقه رو در خدمت هممیهنان عزیزمون باشم. درود به هممیهنان گرامی در هر کجای این کره خاکی. من بهروز فرشادفر هستم، دانش آموخته معماری و شهرسازی و دارای سابقه کار در وزارت راه، ترابری و همینطور شهرداری تهران. در پروژه صد روز نخست معرفی شده از سوی نهاد مردمی نیز مسئول کارگروه صادرات، واردات، گمرکات و مرزها هستم و در این حال با همرازمانم همکاری میکنم در کارگروه صنعت و معدن، حمل و نقل و محیط زیست. آنچه که من و همرزمانم همیشه به آن فکر میکنیم 4 اصل اساسی هست: رفاه، آسایش، آرامش و امنیت، که در سایه رژیم اشغالگر اسلامی وجود خارجی ندارد. و هدف ما در این پروژه هم تعیین اون بخش از اولویت‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی و سیاسی کشور که باید مورد توجه دولت موقت یا حکومت انتقالی قرار بگیره تا پس از تغییر رژیم جمهوری اسلامی ما دچار هرج و مرج نشویم و این برنامه به برقراری ثبات و امنیت و نظم کمک بکنه. تمامی آنچه که تا کنون انجام پذیرفته عزیزان بر اساس اطلاعات موثقی است که همرزمان ما مبارزان میدانی در بخش تحقیقات از درون میهن ارسال کردن و ما روی اون کار کردیم. اجازه بدید من شیر اسکرین بکنم به قول امروزی ها و بریم در خدمتتون باشیم برای توضیح روی پاورپوینت تا بهتر متوجه آنچه که عرض میکنم بشوید. بگذارید من این رو هم بیارم پایین. و همونطوری که عرض کردم صادرات، واردات، گمرکات و مرزها با توجه به پهنه جغرافیایی میهن و مشکلاتی که قطعاً ما در شرق کشور، در غرب کشور، در بخش آبی به خصوص جنوب کشور این روزها شاهدش هستیم و در دوره رژیم اشغالگر اسلامی بایستی به حداقل برسد و مسئولیت ما رو سنگین میکنه. از این رو ما اومدیم برنامه ریزی کردیم تا بیایم بر اساس اصول مشخصی از اطلاعات گرفته شده برنامه هامون رو به سمع و نظر شما برسونیم. البته جزئیات اینجا نیست و من فقط کلیات رو عرض میکنم. در این بخش هدف ما کنترل ورود و خروج حمل و نقل کالا و مسافر از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی هست. این در صورتی است که دولت موقت مرزها رو باز بگذارد. بر اون اساس
ما میخوایم اینها رو کنترل بکنیم. جلوگیری از قاچاق ارز، اشیای عتیقه و همینطور آثار باستانی و فلزات گرانبها که این روزها ما مدارک و مستندات بسیاری داریم مبنی بر خروج اونها از مبادی به خصوص غیر رسمی که نزد سپاه تروریستی پاسداران هست. جلوگیری از خروج آن دسته از اشغالگرانی که دستشون به خون هممیهنان ما آلوده است، مرتکب جرم شدند و قطعاً در یک بزنگاه تاریخی و زمان گذار آمادن برای اینکه فرار بکنند. اینها رو ما بایستی بتونیم کنترل بکنیم تا جلوی اونها گرفته بشه. این هدف خیلی مختصر و مفید در بخش صد روز نخست است. مواردی که کلیدی هست و ما بایستی بهش اهمیت بدیم برای برنامه‌ریزی بهتر عبارتند از ادامه صادرات و واردات. صادرات در رابطه با نفت و گاز و قراردادهایی که کماکان ممکن است باشد و جلوگیری از اون میتواند منجر به خسارتها و یا شکایتهایی در مجامع بین‌المللی بشه. بنابراین ما هم به دلیل نیاز مالی به پولش و درآمدش و ارزش که باید به صندوق ذخیره ارزی بشه وارد بشه و همینطور پرداخت هزینه های روزمره جامعه در بخش های مختلف و بهبود وضعیت بودجه نیازمند اون هستیم. ادامه واردات ضروری به خصوص تاکید عزیزان در رابطه با بخش گندم هست، برای آرد، نان، قوت غالب جامعه هست، سوخت. خودتون بهتر از من میدونید بسیاری از شما عزیزان که امروزه پتروشیمی ما رو نابود کردن، تبدیلش کردن به تولید سوخت که اونم هر از گاهی اصطلاحاً منفجر میشه و میپکه و سرمایه ملی رو دارن از بین میبرن. ما به مواد خام نیازمندیم برای اینکه کارخانجاتی که امروز تعطیل هستن و البته ماشین‌آلات سالم دارن و یا به فروش نرفتن بتونیم با واردات مواد خام تولید داشته باشیم، کارگران مشغول به کار باشن و یا محصولات پیش ساخته یا اون چه که برای مصارف شخصی هست برای کارخونه ها هست این لازمه. و همینطور صادرات و واردات مواد غیر نفتی مثل پسته، زعفران یا از این قبیل، اینها مواردی است که ما بایستی مورد توجه قرار بدیم. در رابطه با بندرها، بندرهای در جنوب به خصوص بایستی تاکید بکنم با حجم فراوان اسکله های غیر مجازی که دست به قول محمودی برادران قاچاقچی هست بایستی اینها مورد بررسی قرار بگیره، اونهایی رو که لازم هست چک بکنیم، اگر میتوانیم در اختیار گمرک قرار بدیم، اگر نه اونها رو در اختیار ارتش قرار بدیم و تعطیل بکنیم. حالا من جلوتر توضیح خواهم داد. جلوگیری از خروج ارز و اشیاء عتیقه و باستانی و سرمایه ملی که عرض کردم و همینطور کنترل و جلوگیری از خروج پایوران حکومت اسلامی از مبادی غیر رسمی، نه رسمی، که در اختیار گمرک است. حالا در بخش دیگر بیشتر توضیح خواهم داد. اطلاعات مورد نیاز همونطور که عرض کردم از سوی مبارزان درون مرز برای ما ارسال شده است، یعنی تمامی اون بنادر و مرزهای غیر مجاز کشور که در حال حاضر فعالن چه در بخش اسکله ها، چه در بخش مرزهای زمینی و چه در فرودگاه ها ما دستمون هست که نیازمند برنامه‌ریزی بهتر باشه. شناسایی فرودگاه های غیر مجاز که حداقلش 5 فرودگاه غیر مجاز داریم که همکنون از تهران پیام گرفته تا نمیدونم فردوی قم گرفته و جای دیگر، 5 فرودگاه رو ما میدونیم که دست نیروهای امنیتی و سپاه و محل عمده قاچاق ارز و کالا شده. آمار کارکنان در بخش‌های مختلف از صد تا ذیل قاعدتاً نیازمند هست ما بدانیم اطلاعاتشون رو برای پرداختی‌ها، برای عرض کنم خدمت شما برنامه‌ریزی بهتر، برای اداره امور بخش گمرک و مرزها
در کنار اون ما یک سری اطلاعات رو هم داریم. مثال فقط عرض میکنم، عزیزانی که با جمهوری اسلامی نیستند، فارغ از اینکه دیدگاه و بینش سیاسی یا اجتماعی اونها چه هست، اما دارن به مردم خدمت رسانی میکنن، به مردم کمک میکنن، کارشون رو درست و شرافتمندانه انجام میدن. اینها باید شناسایی بشن، به دلیل اینکه ما به این عزیزان بیش از پیش نیازمند هستیم. و حالا موارد دیگه هم هست که من بعداً اگر فرصت شد به سمون نظرتون خواهم رسون. اشخاصی که نه بر اساس تخصص، بر اساس رانت فامیلی اصطلاحاً وارد از اون دار دسته هزار فامیل پایوران حکومتی یا دسته خودی ها، از رانتخاران و اوباش و اراذل و فاسد، اونها رو بایستی شناسایی بکنیم. و تا به امروز بسیاری از اینها در سطح کشور شناسایی شدن که نه بر اساس تخصص، بر اساس رانت وارد شدن و شایسته سالاری حاکم نیست. شناسایی و ثبت تمامی کالاهایی که تو انبارهای مختلف هست. بعضی انبارها انبارهای قانونی گمرک هست و بسیاری انبارهای در اجاره گمرک هست که در اون شما از ماشینهای گران قیمت، کالاهای قاچاقی که بعدها به مرور وارد بازار میشه در تهران، شیراز، اصفهان و یا شهرهای دیگر، اینها رو ما بایستی لیستاش رو داشته باشیم. شناسایی تمام شرکت ها و افرادی که در قالب ترخیص کالا، یعنی حقیقی و حقوقی فعالیت میکنند، که عمدتاً هم کسانی هستند که وابستگان حکومتی هستند یا بسته حکومتی به معاون مالی دارند یا به معاون اداری دارند یا نمیدونم رئیس تدارکات دارند تا آبدارچیش، هیچ فرقی نمیکنه. بررسی قراردادهای گمرک با تمامی سازمانها و نهادها هم شامل همین اطلاعات مورد نیاز ما هست و بر اساس اون ما میاییم برنامه‌ریزی میکنیم در قالب اینکه چگونه بتونیم برای اهداف از پیش تعیین شده توسط دولت گذار به پیش بریم. همونطوری که عرض کردم، بستن موقت تمام مرزها یا بخشی از اون و یا باز کردن اون به دست دولت گذار هست. نخستین مورد در صورت باز بودن مرزها این هستش که ما بتوانیم با هماهنگی وزارت دادگستری و حقوقدانان اصلاح یا تغییراتی رو به وجود بیاریم در مجموعه‌ای از این قوانین مربوط به گمرک و مرزها که بتونیم خسارت ها رو به حداقل برسونیم، معایب فعلی رو برطرف بکنیم، از پیش رومون برداریم، کنترل مرزها و تعطیل اسکله های غیر مجاز رو در دستور کار قرار بدیم و اونهایی رو که توانایی دارن در اختیار گمرک قرار بدیم، قابلیت ترانزیت دارن، در غیر این صورت اونها رو تعطیل بکنیم و در اختیار به ویژه ارتش قرار بدیم که امروز دست نیروهای امنیتی سپاه تروریستی است و داره استفاده دیگه ازش میشه. جلوگیری از خروج کالاهایی که مورد نیاز کشور هست، که کالاهایی که ما نیاز داریم اونها رو صادر میکنن. من مثالهای بسیاری میتونم در این زمینه بزنم، از گوسفند گرفته تا خاک و سنگ و موارد دیگه و سنگ گرانیت و و و و بسیار، یک لیست بلند بالایی رو می شود لیست کرد مبنی بر آنچه که نیاز کشور هست و می تواند به بهینه برسد اما در حال قاچاق و خروج است. ثبت آنلاین ورود و خروج اقلام در اسکله های مجاز که مورد عرض کنم خدمت شما پوشش گمرک قرار داره، این بسیار مهمه. این ثبت دیتای آنلاین رو من بهتر براتون بخوام توضیح بدم، بایستی بگم امروز یکی از بزرگترین ایرادات در کنار مجموعه قوانین غلط، اون بوروکراسیه که به وجود آوردن و در قالب اون بوروکراسی که بر اساس قوانین نیست، بسیاری از اقلام
داره حیف و میل میشه، خارج میشه، ثبت سفارش میشه، پول خارج میشه، ارز خارج میشه، اقلام وارد نمیشه. و یا بالعکس بایستی ارز در رابطه با کالایی وارد بشه اما نمیشه، میاد به شکل‌های دیگه‌ای آنچه را که در ثبت سفارش هست انجام نمیشه و یک کالای دیگه‌ای رو که اصطلاحاً تجاری هست وارد میکنن. ما بایستی کنترل ورود و خروج مسافران رو، از مهمترین مقوله ها این هستش که امروز دست یگان ویژه پاسداران هست، به خصوص در مرز هوایی، دریایی و زمینی، اینها رو از دست اونها کلن خارج و در اختیار نیروهای ارتش قرار بدیم، حالا چه در بخش نیروهای زمینی و یا نیروهای دریایی. ثبت کامل و دقیق مدارک و اسناد حالا فردی یا باری در قالب حقیقی یا حقوقی، به خاطر اینکه اون درآمدهای حاصله به صندوق ذخیره ارزی برسه و همینطور ممنوع خروجی ها مشخص بشن بسیار ضروری است. فرودگاهی که عرض کردم غیر مجاز هستن، در صورتی که نمیتوانیم یا شرایط مهیا نیست از اینکه در اختیار گمرک قرار بدیم، به صورت موقت در اختیار ارتش قرار میدیم ولی با نظارت گمرک که از اونجا سوء استفاده انجام نشود. واگذاری حفاظت بخش مسافران و کالا هم در فرودگاه ها به صورت موقت به ارتش خواهد بود تا آهسته آهسته که جلوتر میریم شرایط با تغییرات مورد نظر قانونی بتونه انجام بشه. آنچه که مورد تاکید بسیار من هست عزیزان، در رابطه با ثبت آنلاین تمامی تراکنش‌های مالی و اداری هست مربوط به ورود و خروج و این باعث می شود جلوی بسیاری موارد رو بگیره. این دیتا بایستی بین وزارت‌های دادگستری، وزارت کشور، اقتصاد و دارایی، برنامه و بودجه، امور خارجه، بازرگانی، ارتش و مرزبانی، پلیس، مجموعه اینها قرار بگیرد. به دلیل آن چیزی که همکنون نگاه میکنید، وقتی این چارت رو ما به این شکل در میاریم دیگه جلوی رانت گرفته میشه، فساد گرفته میشه، نمیدونم چپاول و دزدی گرفته میشه. به طور مثال وقتی در کنار گمرک ارتش یک لیست میکنه و آنلاین ثبت میکنه، اون هم میره دست وزارتخونه ها. اونجا اگر احیانا کارمند گمرک قصور بکنه، عدم تطابق این دیتا رو خواهد کرد، جلوی غارت ها و دزدی ها رو خواهد گرفت. بر روی من اجازه بدید از شیر اسکرین در بیام، فقط یک دقیقه خدمت شما این رو عرض کنم عزیزان. این کامل نیست و نیازمند یاری تمامی شما متخصصان، تمامی شما عزیزانی که در بخش های مختلف این مجموعه که عرض کردم کار میکنید در حال حاضر، تا بتوانیم دست در دست یکدیگر میهنمون رو آباد بکنیم. من باورمندم به بسیار نیروهای جوان تحصیل کرده که امروز در قالب مبارزان بخش تبلیغاتی، تحقیقاتی و یا میدانی کار میکنند، دارای تخصصهای مختلف هستند و قطعا همه این عزیزان در فردای ایران آزاد سربازان شایسته‌ای خواهند بود برای آبادانی میهن. استدعا میکنم هر یک از شما که فکر میکنید در این زمینه میتوانید نظر مثبتی رو ارائه بدید و یا تمایل به همکاری دارید، دست شما رو به گرمی میفشاریم. استدعا میکنم به ایمیلی که در این زیر میبینید حتما ایمیل بزنید، نظراتتون رو بگید و در صورتی که مایل به همکاری هستین هم ما بدانیم. سپاس بیکران دارم و از اینکه بیش از آنچه که متصور بود زمان برد از اینکه در خدمتون باشم پوزش میخوام. پاینده ایران و بدرود.